سلام دوستان عزیز، با یکی از دیگر ویدیو های چنل تیچ آی تی خوش آمدین. در این درس ما در بخش کنترل پنل نتورک اند انترنت از نتورک اند شیرینگ سنتر آغاز میکنیم. در نتورک اند شیرینگ سنتر برای ما نشان میده که ما از کدام بخش اینترنت استفاده میکنیم، که اینجا به ما نام همان اینترنت نشان میده و همچنان نشان میده که پرایویت نتورک هست. بعدا اینجا شما میتونید که ببینید که اکسس تایپش چی رقم هست و هم گروپ ساخته میتونیم یا نمیتونیم، کنکشنش هم میبینید که وای فای هست. بالای قسمت کلیک میکنیم، بعدا در کنکشنش ما بعضی معلومات هست که اینجا میتونید از اونها استفاده کنید، مثل سیگنال کوالیتی، سپید، دیوریشن، SSID. و اگر شما معلومات بیشتر کار داشتین در بخش دیتیلز کلیک کرده و معلومات بیشتر را از اینجا دریافت کرده میتونید. در بخش وایرلس پراپرتیز کلیک میکنیم. در اینجا سه گزینه هستن که شما میتونید آنها را فعال و غیر فعال کنین. در بخش اول گفته شده که وقتی که نتورک شما در رنج یا در لیست وای فای ها موجود باشه، اوتوماتیکلی یا به طور خودکار با او کنکت شد. دوم هم گفته وقتی که شما در این اینترنت یا در این نتورک کنکت باشین، دنبال نتورک های دیگه هم بگرده که اگر فعال باشه میگرده و اگر فعال نباشه به می نتورک اکتفا میکنه. و سیومی هم گفته شده که کنکت شد به این نتورک حتی اگر سپیدش آنقدر ضعیف باشه که SSID خود را نشان دادن نتونه. شما میتونید اینها را فعال و غیر فعال کنید، بعدا با کلیک کردن اوکی میتونید سیتینگ خود را ثبت کنید. در بخش پراپرتیز شما میتونید که ببینید از کدام درایور ها شما استفاده میکنید، که میتونید اگر کدام درایور کمبود باشه انستال کنید و کدام درایور را نمیخواهید ان انستال کنید. بالا اوکی کلیک میکنید. دیسیبل، وقتی شما دیسیبل کلیک کنین نتورک شما دیسیبل میشه و دیگر نمیتونین از این نتورک استفاده کنین. و دایگنوز، اگر اینترنت یا نتورک شما کدوم مشکل داشت میتونین از دایگنوز مشکل خود را تراوشوت کنین. خب این بخش را کلوز میکنین. سیده بر نیو کنکشن و نتورک، یک نتورک یا کنکشن خیالی یا ایجاد میکنه که نیکست set up a new connection anyway کلیک میکنیم. بعدا وقتی که شما شرکت اینترنت میگیرین یا نتورک شما استفاده میکنین و شرکت با شما این معلومات شریک میسازه و شما این معلومات اونجا دایل میکنین و بعدا کنکت کلیک میکنیم. در بخش ترابل شوت پرابلمز، اگر نتورک شما کدوم مشکل داشت میتونید از اینجا مشکل خود را ترابل شوت کنین و حلش کنین. چنین در رپتر سیدینگ، در اینجا ادپتر های هستن که برای شما نشان میده، مثل بلوتوت هست، ایدرنت هست و وای فای هست. بالای وای فای رایت کلیک من میکنم. دیسیبل، دیسیبلش میسازه که قبلا برایش بحث کردیم که دیگه نمیتونیم از اون استفاده کنیم. کنکت یا دیسکنکت، اگر کنکت باشه دیسکنکتش میسازه و اگر کنکت نباشه کنکت میسازه. استاتیس هم برای شما معلومات نشان میده که قبلا برایش بحث کردیم. دایگنوز هم بالاش بحث کردیم. بریج کنکشن، اگر شما میخواین چندین وای فای را یک جای بسازین و از اونا یک بریج بسازین تا که سپید اینترنت شما زیاد شده، میتونید که از بریج کنکشن استفاده کنید. و بریج کنکشن در بخش نتورک هم یک وظیفه داره که وقت شما چندین کمپیوتر را با هم کنکت میسازین تحت نام یک نتورک، شما یک بریج کنکشن انتخاب میکنید و از او نتورک میتونین که تمام کمپیوترها یا تمام نتورک های دیگر را کنترل کنین. کلید شارکت، برای شما یک شارکت در دسکتاپ ایجاد میکنه. دیلیت، شما می نتورک خود را دیلیت میکنین. رینیم، نامش را تبدیل میکنین. و پراپرتیز، بایش بحث کرد. و ایدرنت هم به نتورک گفته میشه که توسط کیبل یا به طریقه های دیگر به کمپیوتر ما وصل شده باشن. خب در بخش اینترنت آپشنز می اینجا جنرال هست که هوم پیج، شما میتونید یک صفحه اصلی اینجا ایجاد کنین و اینا مربوط به اینترنت اکسپلورر میشه. اینجا گفته شده start with tabs from last session، وقتی که ما براوزر خود را باز میکنیم با تب هایی که قبلا بالایشون کار کردیم با ما باشه یا یک صفحه جدید باشه که شما میتونید اینجا انتخاب کنین. و اینجا هم میتونین که delete browsing story
هست که شما میتونید استوری خود را دلیت کنید که تمپرری اینترنت فایل هست و هیستوری هست و وبسایت دیتا هست، دانلود هیستوری هست، پاسورد ها که سیف شد و دیگه چیزها هست که شما میتونید انتخاب کنید و بعدا برای دلیت کلیک کنید. در اینجا هم شما میتونید بالای اپیرنس که مانند کالرز، لنگویج و چیزهای دیگه مثل فونت و اکسسیبیلیتی هست شما تغییرات ایجاد کنید. در بخش سیتینگ هم شما میتونید تغییرات دلخواه خود را ایجاد کنید و چیزهای دیگه مثل که سیکیوریتی هست، پرایویسی هست، کانتنت و کنکشن، پروگرامز ادوانسد هست. اینجا را شما میتونید در حالات ضروری و حالاتی که شما به اونا ضرورت دارید تغییرات ایجاد کنید.